منبع: افغانستان و روسیه درباره اثرگیری پروازها گفتگو کردند. تعیین نرخنامه از سوی طالبان برای دکانداران پایتخت. طالبان: نوروز را قبول نداریم. زمان زیاده برای پایان ظلم و ستم طالبان نمانده است. مشروع خبرها: یک منبع در وزارت ترانسپورت افغانستان گفت که رهبری این وزارتخانه با نمایندگان هوانوردی فدراسیون روسیه درباره امکان اثرگیری ترافیک هوایی بین افغانستان و روسیه گفتگو کردند. با گزارش اسپوتنیک، به گفته این منبع، طرفین روز شنبه در کابل پایتخت افغانستان دیدار و گفتگو کردند. موضوع اصلی این دیدار اثرگیری پروازها بین کابل مسکو بود. پروازها بین روسیه و افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به حالت تعویق درآمد. در اوایل ماه آگوست طالبان حملات خود را علیه نیروهای دولتی افغانستان افزایش دادند. در 15 ماه آگوست وارد کابل شدند و روز بعد اعلام کردند که جنگ در افغانستان پایان یافته است. در دو هفته آخر ماه آگوست از میدان هوایی کابل که تحت کنترل ارتش آمریکا بود، شهروند غربی و افغانهایی که با آنها همکاری میکردند تخلیه شدند. تعیین نرخنامه از سوی طالبان برای دکانداران پایتخت. به گفته شهرداری کابل، پس از این دکانداران مکلف هستند تا کالاهایشان را به شمول مواد خوراکی بر بنیاد این نرخنامه بفروشند. به گزارش اسپوتنیک، به نقل از تولو نیوز، پس از افزایش شکایت‌ها درباره بلند بودن مواد خوراکی در پایتخت، شهرداری کابل از بهر کنترل بهای مواد اولیه در بازارها به دکانداران نرخنامه داده است. به گفته شهرداری کابل، پس از این دکانداران مکلف هستند تا کالاهایشان را به شمول مواد خوراکی بر بنیاد این نرخنامه بفروشند. در نرخنامه شهرداری کابل آمده است که بهای یک بوری آرد 2185 افغانی، یک بوری برنج 2750 افغانی، 16 لیتر روغن 2670 افغانی، یک لیتر پترول 9274 افغانی و یک کیلو گاز مایع 84 افغانی تعیین شده است. نعمت الله بارکزی، رئیس نشرات شهرداری کابل، گفت نرخنامه کمیسیون منع احتکار و کنترل قیم از سوی شهرداری کابل به نشر رسیده است. خواست ما از تمام شهروندان کشور این است در قسمت تطبیق نرخنامه با ما همکار باشند. در همین حال شمار از باشندگان پایتخت این تصمیم شهرداری کابل را به سود مردم میدانند و تاکید میورزند که شهرداری کابل باید برای عملی شدن این نرخنامه توجه جدی نماید. طالبان: نوروز را قبول نداریم. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از پارس توده، مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس اطلاعات وزارت دعوت و ارشاد امرالمعروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، میگوید که نوروز در اسلام حرام است. مولوی محمد صادق عاکف مهاجر با رادیوی دری درباره نگاه طالبان به جشن نوروز گفت: ما در اسلام فقط دو عید داریم، عید خرد و عید کلان. عید دیگر به نام نوروز در اسلام نیست. او گفت عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمی بینم که نوروز را برگزار نماییم. سخنگویان وزارت دعوت و ارشاد طالبان درباره این که آیا 3 روز رخصتی نوروز در سال آینده حفظ خواهد شد یا نه نیز گفت: باید دید اداره کار و امور اجتماعی چی تصمیم خواهد گرفت، اما به احتمال زیاد این 3 روز تعطیل نخواهد شد. محمد مسعود اندرابی: زمان زیاد نمانده تا به ظلم و ستم طالب جواب دندان شکن دهیم. بلینکن: امریکا 2.75 میلیارد دلار کمک بشری به اوکراین فراهم میکند. گزارشی از ویوی دری. وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش به پولند گفت که کشورش در حال فراهم کردن 2.75 میلیارد دلار کمک بشری برای رسیدگی به بحران بشری در اوکراین است. انتونی بلینکن روز 5 مارچ 14 اوت پس از دیدار با زبنگی نیورووا وزیر خارجه پولند در نزدیک مرز با اوکراین، ضمن تمجید از اقدامات این کشور برای پذیرش مهاجرین اوکراینی گفت: مردم پولند میدانند که دفاع از آزادی چقدر مهم است. او افزود: پولند در پاسخگویی به این بحران کار حیاتی انجام داده است.
آقای بلینکن افزود که قصر سفید در حال فراهم کردن 2.75 میلیارد دلار برای حمایت مهاجرین اوکراینی و کشورهای میزبان آنان است. وزیر خارجه پولند نیز اطمینان داد که مرزهای پولند برای پناهجویان باز خواهد ماند. او افزود تجاوز روسیه بر اوکراین باعث بحران بشری در مقیاس غیر قابل تصور شده است. آقای راو همچنین متعهد شد که کشورش بین پناهجویان ملیت‌های مختلف هیچ گونه تبعیض قائل نخواهد شد. پیش از این گزارش‌های در واشنگتن نشر شده بود که گویا پولند مانع دخول آفریقایی‌ها و سایری نمی شود که تلاش دارند از اوکراین وارد این کشور شوند. وزیر خارجه پولند نیروهای روسی را به خاطر راکت پراگنی‌ها بالای مناطق مسکونی به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. آقای بلینکن امروز وارد پولند شد تا با مقامات این کشور درباره حمایت‌های بشردوستانه و کمک‌های امنیتی در برابر ادامه تجاوز روسیه بر اوکراین صحبت کند. ماتیش مورویسکی صدر اعظم پولند پس از دیدار با آقای بلینکن خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه شد و گفت که آنان باید به ماشین جنگی ولادیمیر پوتین ضربه بزنند. صدر اعظم پولند خواستار حذف همه بانک‌های روسی از سیستم پرداخت سویف شد و گفت که مسدود شدن دارایی‌ها باید تا حد امکان گسترده باشد. تجاوز روسیه بر اوکراین که به تاریخ 24 فوریه آغاز و سبب مهاجرت بیش از 1 میلیون اوکراینی به کشورهای همسایه شده است، بیشترین شهروندان اوکراین حدود 780,000 به پولند فرار کردند. افزون بر آن بیش از 1 میلیون نفر دیگر در داخل اوکراین نیز آواره شدند. آقای بلینکن سفر خود را از بروکسل پایتخت بلژیم آغاز کرد، جایی که در نشست وزیران خارجه ناتو اشتراک و با متحدین اروپایی آمریکا در مورد جنگ از پیش طرح ریزی شده بی‌دلیل و غیر موجه فدراتیف روسیه علیه اوکراین مشوره و هماهنگی کرد. او همچنان در نشست وزیران خارجه گروه G7 یا 7 اقتصاد برتر جهان نیز اشتراک کرد. پس از پولند وزیر خارجه ایالات متحده به مولدوفا، لیتوانیا، لیتویا و استونیا سفر خواهد کرد و با مقامات این کشورها در مورد تلاش‌های مشترک برای کمک به اوکراین، تقویت قدرت دفاعی، بازارندگی ناتو، رشد دموکراسی، حقوق بشر، همکاری‌های اقتصادی و انرژی در حوزه بالتیک صحبت خواهد کرد. سپاس که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. پوتین: من پرواز بر فراز اوکراین به معنای دخول در جنگ است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده است که هر کشور که اوکراین را به حیث ساحه من پرواز بپذیرد برای مسکو به معنای داخل شدن آن کشور در جنگ است. رئیس جمهور روسیه روز شنبه 14 اوت در دیدار با کارمندان شرکت خطوط هوایی ایرفلات گفت: ما هر گونه حرکت در این مسیر را به حیث اشتراک در تنش مسلحانه یمان کشور تلقی خواهیم کرد.